اگه واقعا حالا اینو بهت بگم اگه واقعا فکر میفهمی که من چه برنامه این وسط را انداختم که اصلا بیشتر پنه من میشی اگه واقعا هم فکر میکنی من وصلم که مثل سگ میترسی اصلا جورت نداری بیای نزدیک برای سلام خوش به قسمت جدید رفیف این دفعه واسه یه مهمون خیلی ویژه رو بردیم کسی که خیلی جلو دوربین نمیاد و حاشیه داره از قدیم تو رپ بوده کارهای زیادی کرده واسه رپ فارسی و امروز بالاخره تونستیم با هم صحبت بکنیم داستان اینه که هفته روتاس عکس رواس اصل کار سامان ویسون سامان جان سلام چطوری سلام عزیز خوبی سلامت باشی مچکه خیلی شما از قدیم تو داستان بودی ولی کم کمکار شدی داستانش چطوریه تا حدی میدونیم چرا ولی خب باز از جوان خود بشم این بهتره یه مقدار دیگه حرفای گفتنی رو گفتیم بعدم اینکه دیگه یه چند تا کار آخر مونده من همیشه گفته بودم تا قبل چهل میخوام بذارم کنار یه, سال مونده حدودا حالا شاید یه ذره این برام طول بکشه به کل نه حالا ولی دیگه کم کم داریم شلش میکنیم دیگه کارو بدیم دست جوان‌ترا عجب دست اوکی والا بیشتر رپ فارسی خیلی فکر می‌کنم بیش... دنبال قدیمیان ولی خب دیگه نمیشه همیشه ما همه مادم. مادم. دنبال قدیمیان هایی در هنوز هم گوش <applause> اوکی خواستم بگم که این ترک آخری که دادین و ترک قبلی مال خودت بود خب که چی میگن چی شده من به نظر من خیلی صحبت‌های های درستی رو داشتی انجام میدادی ولی با توجه با, با توجه به اینکه به یه سری موج منفی به سمت خودت دیگه م... میدادن حالا یه سری ها از غص یه سری هم از سر اه... چی میگن حسودی و فلان و این حرفها حالا به بلح... یه جورایی رقابت رپی بوده این کارو میکردن به نظر خودت این قضیه برمیگرده یه چیز در آینده یعنی چی قرار همین موج همینطوری بیاد به سمتت نه اون پرونده و اصلا اینکه مثلا موج سمت من... حمله سمت من باشه آره. این فقط تو فضای مجازی من تو خیابون یا تو دوستام یا هیچی چیز خاصی نشیدم فقط تو اینترنت دیدم معلوم هم هست اونا به سمت همه همینا فقط ایرانی ها نیستن یا فقط رپرها هر جا بری آدمایی که یه ذره تو رشته خودشون موفقا این موج هست درست. یعنی مثلا بعد حالا منم نمیگم کار درستی کردم آره یه لیست خوردم و یه خرابکاری کردم ولی منتظرن که یه موفق یه لیز بخوره بریزن سرش دیگه وگرنه که این داره یه ضرب میتره کنه الان و ریخ سرش وقتشه شدی حالا, حالا من خیلی نیست... واسه هم مهم نیست فالوور که پول تو جیبم نیست خب درسته یه سوال دارم من خیلی وقت بود میخواستم ازت یعنی یعنی همیشه میخواستم ازت بپرسم دیگه تا امروز شد اه... از قدیم البته بخوام حساب بکنیم خب از اون موقعی که اومدن دیس کردن گفتن آقا بچه های زدبازین بازی هم رپر های حکومتی هم این حرفا خب یه, یه استراتژی اینه که بگی آقا من واسه چی با تو کلکل بکنم چی میخوام تو ثابت بکنم یا آره مثلا من هستم میخوای چیکار کنی حالا این استراتژی معمولا جواب میده ولی به نظر اینجوری نیستش که خب بعد نگاه بکنی ببینی که این در موقعی جواب میده که نظر مردم رو برگردونه ولی وقتی نظر مردم رو بر نمیگردونه پس این استراتژی اتر... جواب نمیده باید یه جوری عوض کنیم استراتژی رو من گفتم چند بار فقط تو طرفدارای خودم و موزیک دنبال کسایی هم که سرشون به تنشون میارزه و آدمای باحالی هستن اینا کسی که میفهمه مثلا اون داستانی که من گفته بودم من با مخابرات قرار داد بستم آلی. که از اینا پول میگیرم به من زنگ بزنید یه اسکلی که مثلا همچین چیزی رو واقعا باور میکنه خب بذار باور کنه که مثلا من این کارو کردم یکی که واقعا میدونه که من چه اسکایی رو گرفتم این خنده داره سکته میکنه یعنی اون بیشتر با من حال میکنه بعد درسانی اگه واقعا حالا اینو بهت بگم اگه واقعا فکر میفهمی که من چه برنامه این وسط راه انداختم که اصلا بیشتر پنه من میشی اگه واقعا هم فکر میکنی من وصلم که مثل سگ میترسی اصلا جورت نداری بیای نزدیک چه حرفیه. بدی داره اینم حرفیه اینم حرفیه پس اینایی که میگن یعنی یه جورای خودشون هم نمیدونن همین چیزا رو میگن فقط واسه یه چیه هم زدن که دیگه خودشون شما بخورم ببینن چه مزه دیگه حالا من یه چیزی خواستم بگم یاد امروز دوباره آهنگ چی میگن چی شده یاد گوش کردم یاد آهنگ صدای گفتم چون صدای یکی از آهنگای مورد علاقه خودمه بعد میگفتم چقدر خفن اون اتفاقات مثلا داغون جامعه رو داشتین میگفتین حالا نمیدونم اون موقع چون من اون موقع که فکر کنم اون هنگمات آلردی بیرون از ایران بودم نمیدونم مردم چه فازی روش گرفته بودن ولی من که بیرون داشتم میشیدم آره میفهمیدم داستان چیه و احساس میکنم این الانم یه همچین داستانی داره چون تو آهنگ چی میگن چی شده گفتی که الانم اعتراض میکنن چون اعتراض موده خب و اعتراض شده من آدم خیلی شده دیدم خیلی از این آدم ها دیدم یعنی تو این اون شیش ماهی که این اتفاقها خیلی جون گرفته بود خیلی دیدم که از بیرون گت خیلی تشویق میکردن که این داستان ادامه پیدا کنه چرا نمیدونم شاید برنامه‌ریزی چون بود که مثلا فکرن یه اتفاقی میفته برمیگردن یا جدی گرفتن قضیه من روز اول گفتم هیچ اتفاقی نمیفته بعد یه مقدارم یه چیز بود دیگه اصاب خورد کن شده بود یعنی دیگه یهو هم ول کردن یعنی یهو انگار شب شد تموم شد صبح یهو هم ول کردن دوباره استوریا رفت تو پارتی و همون مسائل اصلی و کنسرت ها و را. انگار هیچی نشده یهو آدمایی آره که شدیدا پیگیر بودن همه اون آدما اونایی که خیلی پیگیر بودن یهو وا دادن الان یک سال هیچی نمی راجع به مسائل بک تو نورمال آره قبول دارم تا یه حدی ولی قبولم باید بکنیم یه سری هستن که واقعا عقیدهشون اینو میخوان این کار رو انجام بدن نه قبول دارم خب بیاین بکنیم من این کس کسی گرفته و من میگین شما بچه های مردم برن خب خودتون بیاین بکنیم چرا خب ما بیاین میگیرم خب اونا رو نمیگیرن نه شما رو میگیرم این منطقه بگیر. خیلی درسته من نمیدم چرا متوجه نمیشم من اینو هر روز تقریبا اگه وقت ویدیو جاش بیفته میگم ولی باست... من اگه بیام من اگه بیام تهران منو میگیرن خب اون بچه که میره تو خیام ولی اونو نمیگیرن نه تو بیای تو رو میگیرن اون اوکیه اونو بگیرن ول میکنن تو رو بگیرن داستان میشه نکنه تو بزرگتر از اینای خودت تو اینجوری میدونی حسن تو وظیفت هر کی یه جوری مبارزه میکنه دیدی آره. ما وظیفمون اینه که رهبری کنیم این داستان ما که تو کی هستی اصلا آره آره متوجهم، متوجهم. این من کلا رو این داستان چون با موافقم زیاد نمیدونم یعنی اگه شاید یه نفری بود که مخالف بود شاید خیلی میتونست مثلا ادامه بده ولی من چون موافقم نمیتونم این داستان ادامه بدم ولی به هر حال بعدی حرفی بود میذارم چون که مسلمان همه انتظارشو دارن اه... من ت... من کاری که خودم نکنم تبلیغ نمیکنم بقیه بکنم شاید هم بگم نکنم اصلا آره میفهمم به باشه چون خودم حساب کردم دیدم اگه خودم این کارو بکنم خیلی داغون میشم پس برای بقیه هم نکنن دیگه من چیزی که برای خودم نمیخوام بگم بقیه بقی بکنم که چی بشه اصلا در ذهن اصلا من موزم این نبود یعنی من میگم هر اتفاقی هم میافتاد بدتر از این میشد که در اتفاق هم نیفتاد البته من منظر از این بود که با موافقم هم. سر همین داستانی بودش که میگی یه سری این حرفا رو میزن ولی خودشون خیلی ریسک آنچنانی نمیکنن و بقیه رو میخوام جلو و اون آدمایی که دنبال اینن که فقط چون بعضی موده واسه اینکه بگن آره ما هم با مایی اون دقیقا تو ترکه همینجا رو میگفتیدی میگفتی که درود به شرفش با ماما چی شد بذار چی شد یه سری با عقیده این کارو شروع کردن حالا عقیده درست یا غلط پیش بینیه درست یا غلط درست خب اصلا به اون کاری ندارم خب ولی یه سریا دیدن این داستان مده من یه سری دوستای خودم اصلا مسج پرایوت بهم دادن که آقا ما مجبوریم تو رو آنفالو کنیم دقیقا. به خاطر اینکه فالوورامون داره میریزه ما داریم فوش میخوریم سر این داستان نه به خاطر اینکه عقیدم ضد توه الان تو یه داستانی رو انداختی فالو کردن تو درد سره. درست چرا؟ چون مده من الان بیام یه, س... یه چیزی بگم راجع به این داستان که تحریک کنم بیشتر استوریام دست میزنم برام قلب میذارن برام بایده. اگه این داستان رو مثلا کاریش نداشته باشم عکس غذامو بذارم عکس رقصمو بذارم همونجوری که الان دارن این کار رو میکنن از این جور مسائل بخوام وارد الان بازار نداره همه بهم میگن تو چرا وسط مهم نیست پس من باید این کارو کنم من ترندی که جامعه گرفته رو برم جلو الان همه شلوار بگی میپوشن منم باید بگی بپوشم اگه تنگ بپوشم میگن خزی اینطوری رفت تو این فاز از اون فاز مبارزه و عقیده اومد بیرون مد ما باید مد و فشن رو فالو کنیم قبول دارم اصلا یارو هم این کاره نبود یه سریام که تا حالا تو چش نبودن این یه برنامه شد که میتونم با وجود این بیان تو چش یه آدمی که اصلا فالوور نشه یه خرفتی بودی که چرا یهو شروع کرد روزی 100 تا استوری گذاشتن قبلش تو چاق احمق چیکار می‌خواستی بکنی عکس تو بذاری اون غذایی هم که می‌خوری بذاری که میگن چرا من میخوره که این شکلی شده حالا الان یه برنامه پیش اومده تو به جای عکس میتونی متن بذاری میتونی ویدیو بذاری راجع به که داره میفته راجع نیست لازم نیست راجع خودت بذاری برای همین پیجت الان یه ذره ویو بیشتر میگیره درسته منم موافقم با آدمایی که فقط رو موج دارن سوار میشن خودش نامردیه بعد بیان همونا بقیه رو متهم بکنن واسه اینکه آقا چرا شما کاری نمیکنید یا چرا خودتون به خطر که نشده الان که انگار هیچ نشد اصلا خوبن دیگه الانم همه خوبن و دروغ داشتن الان میگه کرونا رفت من صحبت کرونا هست کرونا اومد رفت تموم شد الان من صحبت کرونا رو میکنه کسی یه سری ها مردن یه سری ها مریض شدن خوب شدن تموم شد دیگه وجود نداره دیگه حالا یه سوال دارم از خودت اه... نظر در مورد مثلا کسایی که قطع رابطه یا قطع همکاری کردن چی بذات حق داشتن یا نه یا قرار بعدا باشون کار بکنی یا دوباره دیگه کلا ناس... لیستت قطع خوردن نه اونا کلا تعطیلن دیگه من اصلا زیاد قرار نیست با کسی کار بکنم یعنی دیگه با آدمایی که خیلی خیلی قدیمی بودن شاید جزو بچه های خودمون یکی دو تا دیگه هم هستن که توی این مدت حداقل خونسا موندن نه اینکه مثلا با من سوارشن بگن نه تو درست میگی هیچی نگفتن وایساد یعنی من خب حالا اینم داره اینجوری میگه عقیده خودش اونا اونا محترم اونایی که یه قاطی کردن از دستم دیگه خودشون میدونن دیگه نه حالا آره. یا نه نه من, من با اونا کاری ندارم دیگه آره منت... خودشون نشون دادن حداقل هم به من بده کارن پولی نه بیت به من بده کارن آهنگ به من بده کارن همکاری به من بده کارن تو آلبوم من بده کارن هزار جور وعده و دادم من با هیچ کدوم از اینا پولی کار نکنم. تو آهنگاشون رفتم اینور اونور باشون خوندم آقا دمت گرم آقا فلان تو خوده فلان چی اینا همه چی حالا اینجوری که شد دیگه هیچی چی انگار هیچ چی نه کاری بهشون ندارم حلال یه چند تا آلبوم بود می‌خواستی شما بدین یکی آلبوم مسلما آلبوم بزرگ یکه خب که دیگه فکر می بزرگ دو یکی از با توجه به نظر همه آدما نمی بیام، بگم فقط خودم همه آدما یکی از بهترین آلبوم شاید بهترین آلبوم رپ فارسی باشه حالا هر کسی یه سبکی میپسنده ولی سبکی که تقریبا همه میتونن گوش بکنن دوست دارن آلبوم بزرگ یک ایس. کی میاد یا غرب یا چجوریه چون چند بار گفتیش بعد دوباره اتفاقی نیفتاد قویه <applause> قویه یا آلبوم فکر کنم با شایه میخواستین ببندین یا حداقل اینجا من نوشتم آلبوم ولی بله کار بوده یا آلبوم, آلبوم نبود آلبوم نبوده کار بود کنسل کار بود انجام شد ضبط شد تنظیم شد این اتفاقا که افتاد خط خوردم من جام امیر خلوت تو آوردم تو همون آهنگ میخواستم بگم که تو آلبوم شایه بوده برشید تو آلبوم شایه قرار بود درسته تو, تو آلبوم شایه آهنگ داشتم آره اما اسمش سیام هست چی آره همون اخ, آخ حالا ببینیم در آینده چی میشه در همکاری یه چند تا همکاری هستش خب که خیلی پرسیدن یکیش همکاری با حسینه این داستان چه جور بشه من اوکی یه بار که شده این یکی از اوناست که یه بار بشه اوکی هم. آره ببینیم چی در میاد خیلی باحال من که خودم خیلی منتظرم این ها همکاریه ولی یه برنامه دیگه هم دارم اگر فقط این داستانی که دارم میگم یه برگه که سپانسر باید یه مقدار بیش از حد لازم هزینه بکنه اون با پیشروه اون همکاری نیست اون دیگه دعوا هم نیست بیف نیست اون یه ریسه یه مسابقه است بیا باید تو ببینیم کی زودتر میرسه در زم فیوریت یا اونی هم که قراره ببره از طرف رپ فارسی کامیونیتی ظاهرا توی دیگه یعنی من به عنوان آندرداگ وارد این مسابقه میشم ولی تا صبح رو خودم شرط میبندم بفرمایید قویه دقیقا میخواستم بگم دومی پیش که خیلی منتظر خب پس قرار شد ریس باشه یه مسابقه طوری باشه جنگ و دعوای من با اون ندارم رابطه ها تموم شده یعنی منظور که مشاهد قبلی تموم شد کاری ندارم اوکی یه چیز دیگه هم قولش رو زیاد داده بودی تو تلگرام اتفاق نیفتاد اونم دیس به فدایی بود یا حالا متفد یا حالا اتفاقم قبل این بود که هم جدا بشن اون چطور شد یه وقت هستش که الان بهت میگم یه وقت هستش که یه قراری میذارن که دو تا بوکسور با هم بزنن میگی میگه آقا من باهات میزنم من بازی قبلیمو رو بردم باهات میزنم به شرط اینکه تو بازی قبلی تو ببری وقتی هی داری میبازی انقدر هی آهنگات بدتر از بدتر از بدتر استاکت خیلی میاد پایین من کاری به نظرات و عقیده ندارم ولی شما خودتون بهترین ریاکتورهایی هستین که من تا دیدم ورس بد کم از من میشنوی یعنی آهنگ که میاد بیرون از کامنت و همه چی مشخصش شده تو وقتی کامنت های هر آهنگت بد نمیگن تو آدم بدی هستی مثل من نمیگن تو علاقت و سلیقت و اعتقادات بده میگن ضعیف شدی ضعیفتر داری میخونی من با تو دیگه شرایط یه جوری شده نمیتونم بزنم تو چیزی بلد نیستید. همه هرچی چی و دیس و اینا بوده خوندی. الان دیگه مثلا تو 20 تا دیس دادی، 21میشو میخوای به من دیس بک بدی، ولم هم الان تو رکوردت 20 تا دیس دادی، 12 تا بردی، 8 تا باختی. دیگه الان رکورد 12 8 به من نمیشسته. یه ذره خرابه. یعنی یه ذره دیگه جذابیتی که یه زمان داشت و نداره دیگه. اوکی. Okay. من اینجا یه جامپین بکنم بگم, بگم که نظر من یه چیزه ولی نظر عموم بخوام بگم اینه که من فکر می‌کنم فدایی همه فکر می‌کنن تو همه مردم اینجوری فکر می‌کنن اونایی که آدرغا فنشن میگن تو همه بیفا برده همه رم تو ناکاوت هم تا الان ناک کرده هیچی هم جلو نیست البته من خودم اینو قبول دارم که و فکر کنم مردم بیشتر اینو که چند تا آخرش به مثلا به قوی ترکای قبی مثلا یه سال پیش دو سال پیشش نیستش ولی خب نمیدونم اونم قص اونجوری ساخته یا نمیتونه شما میگی نمیتونه من میگم نمیدونم از قصد داده یا اینکه نمیتونه اینو با... متوجه نیستم ولی باز نظر شماست که میگی 12 8 و الان ضعیفه چی بگم؟ میگم گان ا بیف وذ می یو گان تو جدی باهت میگم یعنی اصلا میخوای شروع کنم و بگم برنامه چیه من شروع کنم ولی 10 نه اونو میگم 10 از 10 بزن 11 رو بهت نشون میدم کجاست دو تا یک عبیه. حالا یه چیزی بگم من این ترک چی میگن چی شده خب این یه جورایی یه حالت انتقاد و حرف دل بود یا دیسال بود چند تا پیشنهاد بهم شد قبل اینکه مثلا این بیاد بعد از اینکه این اتفاق افتاد من یه سال و نیم کلا اکتیو نبودم جریان این شد که باید یه سری حرفا رو میزدم خیلی هم طولانی رفتم بدون میکس و مستر. اصلا تلگرام ریلیس کردم بدون اسپانسر چی عشقی همینجوری دادم همینجوری می‌خواستم بگم برنامه هست هنو جاش فقط موقعیتش اوکی. پیش نایمده دیگه اوکی اوکی. دیگه هم اونطوری نمیخوام بخونم دیگه فقط آهنگای یه مقدار های پروڈاکشن و درست حسابی و یه دونه جاش بود نمیتونستم مثلا من بعد همه این داستان رو به روی خودم نیارم مثل خیلیا میگم آقا همه چی اوکی همه چی مثل قبل چیزی نشد اصلا ما چیزی نگفتیم نه خیلی اتفاق افتاد اون اتفاقا رو باید تو دو ورس توضیح میدادم دیگه از زبان خودم آره تا جایی که میتونستم فهموندم به فارسی به انگلیسی به ترکی دیگه هر چیه. یه خط از هر بیشتر درسته درسته نه آخه سبکتون خیلی با هم دیگه فرق میکنه خب من واسه همین داشتم مقایسه میکردم ذهنم که چه چیزی چون واقعیت همه حرفا رو هم یعنی هم همه حرفا رو نسبت به شما زدن هم حرفا رو نسبت به اون زدن خب یعنی ام. به طرف شما میگن وسید و حکومتی اینا هم فلان اون طرف هم میگن تو داری پول میگیری که این حرفا رو بزنی چرا خود نمیای و... میدونی یعنی حرفا زده شده دارم فکر میکنم چه چیزی میتونه گفته بشه جدید مگر اینکه یه بازی جدیدی باشه یه چیزای جدیدی باشه که هنوز گفته نشده باز اگه داغ بودیم مسائل یه چیزی ولی الان میگم همونی که توی آهنگ آخری با جی جی بودم میگم توی درگیری میگیره کار شما آره. الان دیگه اون حالت نیست الان دیگه یه چیز دیگه میطلبه اساتیدم که خدای مارکتینگ و این که چی میطلبه و اینا دیگه اوکی نه, نه. آه، یه سوال نظرت در مورد تتلو چیه که اومد ایران به نظرت آزاد میشهن اصلا دو... کلا چی فکر میکنن در مورد وزیر تتلو آزاد که میشه فکر کنم بیاد بیرون در نهایت ولی اینکه با اون شکل و شمایلی که درست کرد واسه خودش تو ایران چه شکلیه به اون تابلوی مثلا حتی آدم فکر کنه اینجا مثلا ببین الان مثلا یه دونه آهنگ یه چیزی شنیدم من تو شنیدی یا نه از تو زندان اومده بیرون من خبرشو شنیدم ولی خدا آهنگه نشتم خبرشو شنیدم که میگن من شنیدم نمیدونم چی شده ولی حالا چیز عجیبی خواهد بود که مثلا تعلق کسی نیست که من راجبش صحبت کنم این همه کار کرده دیگه یعنی هم این وری خونده هم اون وری خونده دوباره این وری شده رفته تو زندان اینجوری شده حالا بیاد بیرون چه میشه به خودمان من نمیدونم من هم سو نمیدونم ببینیم چی میشه دیگه ولی میگم از زندان میاد بیرون آره یعنی در نهایت این آزاد میشه حالا اینکه دیگه دوباره بزنن کشور رو ترک کنه باز دوباره بره از اون وریشه نمیدونم اون همه کاری ازش برمیاد یعنی اینجا بود یعنی با ما با رئیسی دیدیمش رو ناب سپاه دیدیمش فوش داد به اینا دیدیمش تو کنسرتش جوینت کشید دیدیمش دختر بود با دختر بود چکایت کردن دوباره خودش اومد رفت زندان الان راجع امام حسین نمیدونم واقعا به خدا هر اتفاق ممکنه بیفته راست میگه اینم الان اینم جواب خوبی بود چون که واقعا نمیشه پیشونی کرد ولی اگه آزاد بشه نیستم با از یه اکسپرت ها باید بری تو زندان با, با اونایی که الان باش در ارتباطن ملاقاتی ها یا مثلا کسایی که دارن پرونده رو بررسی میکنن صلاحیتشون بیشتر راجع به مسئله بگم تمام منم اینه تو منم نمیدونم چی میشه خیلی هم فالو فالوآپ نکردم سهراب با ما باش چند تا آهنگ داده ولی من تا حالا با این مثلا دو بار ویدیو کال خیلی عجیب غریب مثلا تو تاکسی و تو بیرون و اینا سلام داداش چطوری و اینا قدیما. غیر از من قرار بود با هم کار کنیم که من نکردم راستش هم ترسیدم به خاطر همین چیزایی که الان گفتم گفتم یه اومیا دیگه گندی میزنه پای مام گیر میفته ولش کن این معلوم نیست امروز چیه فردا چیه من نمیتونم روی حساب کنم بهش هم گفتم گفتم همون موقعی که ترکیه بود گفتم هر وقت اومدی ایران اونهنگ انجام میشه حالا الان که نمیتونه انجام بشه شما. آها می‌خواستم هم همین بگم اگه من ازت بیا بیرون راه داره انجام ات... با هم چک بدیم باز دوباره بستگی داره بعد اون مردم فازش چیه یعنی الان یهو میگه تو هم مثلا بیا با نمیدونم یعنی یا حالا این اکستریم دیگه یا میگه ده بخونیم یا های ده یعنی اصلا من هیچ کدوم نیستم من دو وسط میخونم یعنی نه اون حالت رو هستم که خودم رو درگیر کنم با اینا نه اگه از این وری میخوای بری اینطوری نمیدونم باز به سبک من نمیخوره یاد یه چیزی افتادم خب اینم احتمالا جوابش رو مثل یه سوال قبلی باشه ولی یه بار توی چون اینم خیلی پرسیدم واقعیت یه بار تو تلگرام شما گفتی که آره آقا من اصلا بودم پیش لو دادم فلان و این حرفا من خودم اینو به عنوان یعنی مثل همون داستان چیز گرفتمش به عنوان مثل همون داستان با مخابرات بستم و فلان و این حرفا ولی نمیدونم چه جوری داستان اینو چون خیلی پرسیدم واقعیت داره نداره یعنی که واسه لجه لج مخاطبه گفتی چه جوری بود داستان جمهوری اسلامی هواپیمای ریگی رو رو هوا نشوند داشت از پاکستان با یه قیافه و اسم دیگه میرفت دبی هواپیماش رو با جت نشوند برای اطلاعات رضا پیش رو باید من لش بدم یا اطلاعات ایران رو دست کم گرفتی یا منو خیلی زیادی فرض کردی آره همینه آخه شما وقتی اینو میای میگی دیادی خب باعث میشه مردم اصلا نمیدونم حالا درسته بعضی ما جوک به نمیتونیم بگیرمش. بگیم ما جوک نمیتونیم اینجا بگیم جوک میگیم نسوال آن فهم جدیه مسئله اینه الان چون طرفدارای رپ متاسفانه 50 درصدشون زیر 11 سالن این حقیقت اینم حقیقت قبول دارم حالا پنجا درصدش نمیدونم ولی واقعا یه عدد زیادی هست چون کامنت که میبینی پروفایل رو باز میکنی و ها انگار از دبستان هن. هر... البته بگم ها هستن چهل ساله سی ساله بی ساله هست الان میان میگن که من خب اونا این فکر فیلن... رو نمی اون یه دو دو تا چهار کسی که یه کاسبی توی مملکت داشته باشه دو تا دارایی و شهرداری رفته باشه میدون اصلا لو دادن پیش رو من نمیتونم بکنم. اینا چه جوری یعنی واقعا یعنی اصلا من که خودم نمیدونم اون کجاست کلا خیلی از نظر منطقه با هم فرق داریم من اصلا چه میدونم اون کجاست بعد اونا بیان دنبال من که تو بگو اون کیه اصلا مسخره است ما داریم راجع به این بحث میکنیم سوال بعدی نمیده الان هم تو ویدیو چرا همهش نیشت بازه آخه واسه من اینا همش چیز شده است یعنی کاملا میفهمم همهش ولی خب از بس میگن دلم نمیاد نپرسم یا یه بار بشنون بیخیال شنید یعنی از که بیخیال نمیشن من میدونم بخیال نمیشن ما حرف رو میزنیم ولی عمره وایس که شما میذاری تلگرام از با برنامه قبلیه یا فیل بدا هست ببین همون موقع است آخه همه چی هم هست از فوتبال شب هست تا خیلی مسئله حساس واقعا وایس های باحالیه وایس ولی بعضی وقت فشاری میشه داره منتقدای خودش هم داره یعنی اون وسط اون داستانا یکی دو بار سورا و مراد شاکی بهم زنگ زدن خفه میشی یا نه توی این مایه ها یعنی بس کن دیگه دارن فشار میارن ما هم نزدیک آنفالوت کنیم دیگه و فلان اینا آره <تصفح> هم بخور همیشه بخور تو این داستان جدایی فدای از هیچکس یاد نادرستی توی داستان فدای جدایی فدایی از هیچ به نظرت کی درست میگه چون شما ما همیشه دیدم تیم زدبازی اصلا با من به اینا چیکار دادم بابا هی حالا فدایی و هیچ کس و, و من چه میدونم اینا چیکار کردم با هم دیگه آخه میگفتم همیشه زدبازی طرف هیچ کس رو میگرفت میگفتش که ای آره این آدم بابا دروب یه دروب موقعی بود تموم شد اصلا این دیگه الان نمیدونم چی اینا اصلا اینا اوت ترینن واقعا یعنی دیگه نمیدونم چیه چند وقت پیش شنیده بودم اتفاقا میگی من مال تطلو رو نشنیدم نشنیدم خبرش رو شنیدم منم این آهنگی که دارم میگم و نشنیدم ولی خبرش رو شنیدم که این با پوبون خونده, آره، نش... خونده رو سندلی نشسته بودم از پشت افتادم زمین خنده جدی میام. <applause> یعنی اصلا نمی‌تونم تصور کنم چی شده هنوزم نگه داشتم برای اون موقعی که چت کردم که بیشتر به چسبه نه آهنگتون اعتراضیه آهنگ اعتراضیه غمگیرم اگه درست یادم پوبان باشه. هم اعتراض کرده نه پوبان فکر کنم فقط یا کورس خونده یا اگه ام... درست یادم یا کورس رو فقط خونده یا اینکه قبل موزی گذاره با بچه های بانتون سرک های با حالی داریم خب، آره در... من نه من دو, دو تا یه دونه فنا دیگه یه دونه دیگه هم فکر کنم یه جا داده بودم نمیدونم یه دونه قرار بود بخونیم که این اتفاق افتاد آره هم, بود هم, هم بودن که... از این شش 7 نفر دقیقا اسکی مسکو اینا بودش کابرش آه... زرد اون که فنا, فنا بود نه 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 اون فنا نبودش فنا آه... اسکی ماسک یه قسمتی از نسل 4 و تراپ و اینا هست کلا آخه اسمش شده از اون یادم نمیاد ولی یادم دو تا ترک با هم دیگه خونیم یکی فنا یکیش قبل منم میدونم منم هم... منم هم... نمیدونم منم هم... با آرتا بود فقط یا کوروش هم یادم نیست آره شاید آرتا بود فرشید بود نمیدونم یادم نیست درست بازم هستش شکار یا نه زیاد از دست اونا ناراحت نیستم یعنی ممکنه ولی بس نمیدونم یعنی حتمی هم نیست ساعت میگم ببینیم چی واسه من خیلی چیز نیست یعنی اونجوری نیست که بگم نه من دیگه با اینا کاری ندارم با یه سری هستن که واقعا دیگه کاری نم. اینا ولی تو اون لیست نیستن یه پله این ورترن ولی میگم اگرم نشد نشه خیلی هم یعنی من کار من اصرار که نه اصلا من دنبالش نیستم بیاین دنبالم اگه خواستی نگم نم که نه من اوکیم دوست داری روی این رپرای جدید مثلا باشون کار بکنی؟ حالا از نسل چاری ها مخصوصا نه هیچ کنون اصلا خوش رو اوکی. نه اینکه خوشم نیاد اصلا به تیپ من نمیخوره این برنامه همه بیس ساله مثلا بخونم حالا یارو تون 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 تون, تون. من میرم باری تو توی قاری من میرم ساری تو میری جاری اصلا چی بابا یعنی واقعا چی شو من یعنی من خیلی رفم از تو قوی تر اگه بیای پا تو بذاری تو گیلیم من دهن صافه خب چی چی باش الخ. کی هست حالا این یارو که میگی یه یارو توی ده کوره دیگه که یه بیف داره با این من بیام حالا توی آهنگ تو بیف داری با یکی توی جای دیگه ول کن خودتون, خودتون 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 میدونین بده. این هم بده اینم یه سبک جدیدیه ولی خودتون میدونین چیکار میکنه به من ربطی نداره میدونی چی میگم مثلا رشته ای من نیست یعنی خودتون حلش کنین دیگه با هم که حلش شه ان خیره اوکی پس کلا نسل 4 به خاطر داستان دریلشون نیستی یا این چون مدل قافیه‌ای که میگیم ولی این دریل بیشتر دیگه این تگ های آخر داستان به خاطر دریلشون نیست یا کلا اصلا فازشون نه به خاطر مزنون یا هم موضوع به خاطر اینکه خبری نیست فقط تو داری میگی خیلی من قوی تر از تو هم طرف من نیا اگه بیای نام بدبخ میشی اصلا تو تا الان نمیدونستی که ربط چیه من الان میخوام بهت بفهم نمیدونم یعنی خیلی پرته بعد این داستان ها سکیم هست نمیدونم من پیر شدم یا این فاز نمیگیرم چیه جریان یعنی یعنی ما یه سری موتور سواریم که نباید شناخته بشیم چون قوی تر از نمیدونم میگم من زیاد نمیتونم نظر بدم اینا کاری من نیست نه ولی من واقعا اگه بخوام فیت بدم همون حسین که گفتی مثلا که مورد علاقه ما بچه های خودمون هستن هم اینایی که گفتی که قبلا کار کردیم حالا بعضی ها میشه بعضی ها نمیشه ولی اینا دیگه واقعا نه اینکه خودم بیارم پایین خودم آوردم توی یه جایی که راحت نیستم اینطوری متوجه اوکی. اوکی. هیچ موزیک ویدیو قراره بسازی ازت ببینیم یا نه؟ نه چرا؟ نه 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 قوی میشم الان علامه... تصویری نیستیم میگه چرا قیافه من میبینی من اگه از ده بودم شیش موزیک ویدیو میدادم چون چهارم نمیدم بابا اینجوری نگو ولی اسمش چیه ریک همین شکلیه میسازه موزیک ویدیو نه خب اونو نمیخوام ریکراست راس داشتم تو ویدیو من دوستشم دریک بود از چاقی بود و یعنی قیافه نداره خدایش نمیخوام من نمیخوام اونطوری باشم که بگن این وسط چیکار میکنه اوکی آقا اوکی به که الان یه سری میگم باز دوباره این عینک زده و فلان و اینا بعد ولی خب باز خوب کامنت دیگه اینا که هیچ ای ندارن اینو میرسن ولی الان اینو گفتم که این کامنت رو کنسل شه الان هنوز داخل زبطه یه نکو میزنم که شما کامنت بذارین چرا این عینک زده جوابی هم نمیگیرین زده که زده دمش میگم میگم دو تا چیز کامنتات کم شد ای بابا شد خب بچا رفت یه بریک گرفتیم زنگ تفریح زدیم و الان برگشتیم با ادامه داستان یه تصریح کوچیکی بکنیم در مورد تتلو چی شده بوده اشتباه گفتیم بچه ها هم گفتن میگن که اون آهنگ قبلا ضبط شده بوده ولی دوباره ری ریلیسش کردن درسته دوباره یعنی دوباره چون دمشنگ. الان نزدیک آشرو سوم هست اینو پخشش کردن خواسته ما خودمون زودتر بیاد بیرون دیگه بالاخره برای موزیک ایران کم کار نکرده پرطرفدارترین آرتیست ایران میشه گفت و اینکه جزو پنج نفر معروف ایران کسایی که زنده قبول دارم قبول دارم امیدواریم آزاد بشه یه یه گذری بزنیم حالا قبل بریم سراغ بس... بحث رپی به ام چون الان را... چی بهش میگن طرفدارم زیاد پیدا کرده قبلا خیلی طرف نداشت تو ایران الان زیاد پیدا کرده خودت الان تو هر وزنی فیوریتد کیه از پایین به بالا از پایین به بالا پن... بن... چیز فلای تو اصلا دنبال نمیکنم الان قهرمانش پنتوجا بعد از اون میشه فکر کنم بنتم ویت شان اوملیو خوشم میاد اوکی قهرمان وزن بعدی میشه فدرویت ولکانوفسکی بود داده به بهم. توپوریا که میخواد یو اف سی رو بیاره مادرید که اگه اونجا بره من حتما میرم تو سانتیاگو برنابو خیلی دوست دارم برم اونو ببینم حالا با مکس دفاع کنه هالووی یا با هر کی لایت ویت خیلی پیچ خورده به همدیگه چون اسلام همه رو میبره کانر که اصلا معلوم نیست هست یا نیست که بیادم کاری نمیتونه بکنه دیگه الان داستین که تازه بهش باخت نمیدونم اونجا فکر کنم خبری نیست لیون ادوارز تو منچستر داره برای والتر ویت با بلال محمد بلال بلال هرچی اونو دوست دارم برم اگه بتونم یه ماه دیگه طرفدار لیون هم هستم بچه برمینگامه دیدمش یه بار بعد یه دونه از اون بالاتر میشه میدو ویت middle weight الان چیز yes. دیگه درایکرز دی... درایکرز تو پلس قهرمانه با اسرائیل آدستانی. فکر کنم 306 رو میزنه یا 305 تو پرت استرالیا یعنی کیرا گفتم بولا... الان نمیدونم چی کیرا که الان لایتویه oh, اوکی آره. وزن okay. بعدی آره نه باخ اولی رو برد از اسرائیل دومی رو باخ رفتیم رفت رفت از والله اونجا یه بار برد فکر کنم یکی دو بارم دف... دو بارم دفاع کرده تا الان اونم که اون سر جاش اون دوستان بره ہیوی ویٹ فایت کنه قهرمان ہیوی ویٹ هم که گفت کرده جان جونز میخواد با ستیپه چال یک سال ریٹائر بزنه ولی تام اسپینال تو منچستر کومین ایونت اونم دوستام بره که یکی از به ندرت دفعاتیه که اینترن بیلت داره دفاع میشه کمربندی که <Dare> <Pepper> کمربند اصلی نیست داره دفاع خیلی هم عجیبه حالا دیگه دیگه خب جان جونز نیست من, من خودم ما اگه بتونیم بریم منچستر حال میکنیم میریم ولی میریم منچستر رو فکر میکنی جان جونز میتونه نگه داره یعنی میمونه کسی میاد بزنتش از نظر سایز این پسره تام اسفینال هم سایزی خوبه هم کشتی حداقل کشتیگیر نیست ولی بلده. دیفنس کشتی داره مثلا پریرا اگه بره بالا بخوره به جان جونز ثانیه یک کمرش رو میگیره اون من نمیدونم چقدر گرپلینگ بکگراند داره که بتونه مثلا این پوزیشن رو حفظ کنه رو ولی نمیدونیم واقعی نه براون بلت من جو به جوجیتسو من کاری ندارم من کار دارم نزره. به ده. کشتی آره. به چسبونتت به فنس اصلا نریم رو زمین به چسبونتت به فنس وقت تلف کنه جان جونز هر کاری میکنه که بتونه فایت رو ببره شده پنج راند شده دو دقیقه هر کدوم شد اصلا تو موقعیتی نمیذاره که مثلا تلو تلو بخوره تا حالا من این آدم ندیدم راک بشه یه جوری که مثلا یه ذره داره تاپ میخوره آه. تلو میخوره اینا دیدم مثلا اینجوری اینجوری کنه ولی ندیدم یه جوری all over the place به قول معروف اصلا ندیدم این حالت و همه فایت هاش هم از دو هم موقعی که قهرمان شد نه حالا دو سه سال بعد همه رو دیدم اصلا هم موقعی که فن ای شدم ایوه. 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 یه سوال شخصی اونجا که اه... لیان ادواردز داشتش با کامار اوزمان هم واسه اولی بودیم ما دو رو میگی اولی رو که قبل اینکه جفتشون قهرمان باشن باخت دیسیژن سه خب توی یه ایونتی که اینا مین ایونت هم دادن کامارو اوزمان دو با لیون ادوارد سر قهرمانی بود کامارو قهرمان بود توی سارکل سیتی یوتا زدن ما شهریور 2022 سپتامبر 2022 کنسرت داشتیم ترکیه من اونجا صبح بلند شدم دیدم که این سرام به یک عقب راند پنج هد کیک کرده یارو رو انتظار داشتی اصلا, اصلاً. فایت باخته بود من کل فایت رو نگاه نه تموم بود یه چیزی حدود یه دقیقه مونده بود تموم شه و دیگه هم با هم نمیزن زندگی این آدم عوض شد برگشتش که توی لندن بود این دامینیت کرد چار یک بردش دیسیژن دیگه هم نمیزنم با هم کامارو باید یه وزن بره بالا این وزن دیگه راهی نیست آه. که رفت یه وزن بالام شورت نوتیس با همزد با... زد اونم باخت متاسفانه متاسف حمزت هم خیلی قویه ولی هم زدم احتمالا هم میره بیرون نیستم بودم و حمزت بودم دیگه نیستم مثل اینکه خیلی خیلی زودتر از اینکه به اون جایی که بخوای برسی حداقل کانر دو تا کمربند گرفت بعد افتاد به پوز و پارتی و ماشین و فلان آره. این الان هنوز هیچی به هیچی افتاده تو این داستان ها یه ضرب هم مریضه من چشه 10 آره. فایت پول اوت کرده میک ویت نمیکنه دلشو. من هم فکر کنم نمیرسه به اون داستان احتمالاً چی میگن خودش رو ریتایر میکنه به زودی من دو سه بارم تهدید کرده انگار یه مقدار همه عاشق اینا تو بین الکس ما چه ایسلام اسلام کدومو طرفش داشتی یعنی کدومو خاصی ببره دوست داشتم الکس ببره ولی میدونستم اسلام میبره ای بابا کجا من اصلا دوست داشتم این اسلام ببین اینا رو نه این اینا رو نمیشه برد دیگه اینم یعنی اتفاقی <applause> باید بیفته مثلا این یارو باید نمیدونم یه لگت یه جای نبینه یه بار اسلام ناکاوت شده دیدی چه جوری یه مشتی اومده که ندیده چین شده یعنی خورده یه دونه اینجا افتاده با اینا بخوای پنج دعوا کنی باختی نمیشه دیسیژن امکان نداره که سینار ببره متاسفانه قبول بعد تازه استنداپ استنداپ اسلام از حبیبم بهتره آره درسته درسته حبیب کیک نداره تو رزومه این داره قوی شده دیگه این چند وقت یاد گرفته اصلا حبیب تقریبا ناک نداره تو رزومه شاید نه. داره که یو اف سی نبوده تو یو اف سی ساب میشن داره دیسیژن داره و ساب میشه ناکات نداشت ولی یه دونه قوی تکیو. کانر زد تیکی او تیکی او از اینا که میافتی رو سر یارو اینطوری میزنی اون که مثلا یه لگت بزنی یارو به خواب یه مش بزنی یارو بیفته نداره ولی البته یه دونه زد ناک داون کرد کانر رو خیلی اونم قوی بودش کانر خودش پشماش ریخ. اونو دیدم اونم تازه نخورد زمین یه ذره عقب عقب رفت دوباره بلند شد اتفاقی نیفتاد من هنوزم که هنوز کانرم هیچ وقتم ول نمیکنم من, من تو هرکی اه... هرچی میخواد بگه هرکی هرچی میخواد آلبوم هیت تابستونی تو رو ندارین؟ به جز حالا اونایی آلبوم یا آهنگ آلبوم هیت تو حالا آلبوم یا آهنگ دیگه ولی خب آلبوم هم می‌بندن واسه تا ترک یه دونه دارم ترک یه دونه دارم میدم نمیدونم هیت چه نه هیت شدن تو مردم می میگیرن ما ولی به امید اینکه مثلا یه مقدار یه حالو هولی کنن همه داریم میریم حالا اوکی یه چی تو مایه آیای... یه هر چی که حالا اوف هیت شد ولی تابستونی خیلی نبود ولی نه ببین خیلی بهم پیشنهاد شده از این مدل آهنگایی که بیس پاپ داره یا بیس هاوس داره ولی نمیم چه جوری بگم فضای ساعت چهار آهنگای قدیمی رو میگم ساعت چهار زمین صافه تابستون آره. کوتاه اینا رو میدونی یه آره آره. مقدار مدرنتر اون یه مقدار یه جوری که دختر همراهی میکنه یه مقدار حالا هوای صورتی و بنفش آفتاب دریا من نمیتونم دیگه نمیتونی اونجوری دیگه فکر کنم من نمی... نه من من دیگه نیست یعنی نه, نه اینکه چات بتونم نیستم به خودم نمیچسبه الانم هم تو استیجی هستم که دوست دارم چیزی که میخونم به خودم بچسبه مگه اینکه موتیویشن مالی خیلی سنگین داشته باشه منطقیه منطقیه دست تو بازارم زیاد هیت بیشتر یکی دو هفته نمیمونه درسته درسته آلبوم تکیچی آلبوم فکر نکنم این خیلی گفته بود داشت میشد یه بار سه تا آپشن داشت میشد داشت میشد ولی امروز فکر نکنم حالا باز چه تصمیم ها از چه موقعیت پیش بیاد ببین من باید فول تایم بذارم دنبال این کار لازمش اینه که یکی دو سال نه که مهاجرت کنم یکی دو سال اینجا برم اینجوری نمیشه یعنی من باید یه جایی باشم پرودیوسرم که احتمالا مهراده بغل دستم باشه یا حداقل دو تا بلاک اون یا دو تا اسکا اون یا جایی که هم دیگر من با هر روز ببینم یا رو تلفنی کار رو نمیفته اوکی درسته به قول معروف تغییر مکان میخوام برای این کار که اون حالا چی زید. میشه میگم اون... میفته ممکنه ممکنه یه سری یه سری چیزایی یه سری اتفاقایی در حال رخ دادن هست ببینیم چی میشه تا دو ماه دیگه معلوم شه. ایوه ایوه یه برنامه ای گفته بودی تلگرام که میخوای درست بکنیم که فن آرتیست ها رو بیاری باشون صحبت بکنی درسته درسته خیلی درسته،, بود. درسته،, چی درسته،, درسته درسته. این میگم همین که گفتم من الان یکی دو ماه یه ذره وضعیت زندگی معلوم نیست تا یکی دو ماه دیگه همه چی معلوم میشه که من قرار شیش ماه دوم سال و ایران باشم که میفتیم رو اون اگه قرار باشه شیش ماه دوم سال و خارج از ایران باشم که احتمال قوی میشه لندن بیفتیم روی پروژه دیگه یکی از اینا میره رو هولد قول جفتش هم دادم یکی و یه زمان یکی و یه زمان دیگه یکی از اینا شدنیه تو شیش ماه دوم فقط الان خیلی بلا تکلیفم بعد دونم چیکار دارم میکنم اوکی okay. اوکی خودت انتظار از برنامه من بیشتر از این نمیتونم بگم اگه میتونستم بهت میگفتم چه کسی بهتر از شما تو این پلتفرم ولی نمیتونم الان چون نمیتونم بگم دیگه ولی هنوز تو برنامه هست یعنی که بهش فکر میکنین نبود چیزی نبوده که چیزی بگی آره 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 نه این دوتا جفتش هست یکیش عقب میفته اوکی حله حله من حتی ستاپ اونم رفته بودم دیده بودم آدمایی که میخوام همکاری کنم. حتی تلفنی که باید بهش مسج بدین که آقا من میخوام توی همچین داستان شرکت کنم حتی اسپانسری که قراره ما حتی میخواستیم از شهرهای مختلف به هزینه اسپانسر هم هتل براشون بگیریم هم پول تو جیبی بهشون بدیم هم جایزه براشون بذاریم که مثلا سه اومدن هر کدومو بیشترین کامنتو گرفتن اون مثلا یه جایزه نقدی هم بگیره هزار تا داستان همش هماهنگ وضعیت زندگی من مشخص نیست چون من م... مینیمم باید 12 تا تا 16 تا اپیزود اینو بدم اتفاقا اولین کسی هم که میخواستم بذارم که بیاین میدونی هدف اون برنامه اینه که تو بیا اون آرتیستی که تو میگی دوستش داری بیا منو طرفدار اون کن اگه میتونی با من منطقی حرف بزن آهنگاش رو هم گوش بدیم به من بگو این کیه چون من واقعا اندازه که باید رپ فارسی رو دنبال نکردم به جز موزیک های لیتو و خلصه و زدبازی و شاید یه مقدار وانتونز و یه مقدار تطلع و اینا من نمیدونم سورنا کیه یا آهنگ نشدم نمیدونم صادق چیه اصلا نمیدونم سی سیو... نه میگم سی سیو هیپاپولوژیست کیه خب نمیدونم اصلا مثلا گادپوری چی کار کرده میدونی چی میگم واقعا نمی... نه که بی احترام نمیدونم کیه اسماشونو میشتم گوش نکردم تا الان خب دونه 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 طرفدارا بیارم قانه کن منو ببین این آهنگاش به من بگو من چی گوش گوش بدم من نظر خودم میدم تو نظر خودت بده تو یه کاری کن من جذب این بشم برنامه باحالی هم میشد طرفداراشون نه خودشون آره. خودشون هم اگه میگفتم مثلا نه ما راضی نیستیم تو این برنامه رو میکنی داری پول در میاری از دست ما میگم خب راضی نباشین چیکار میخوای بکنی این منطقی ولی خنده داره آره چون آخر رپ نه راضی نداشتن نداره که الان مثلا ما بیایم یه بسازیم الان یعنی تو بیا به من بگی من راضی نیستم سامان ویلسون ریاکت کنه خب من چیکار کنم بیام پیج تو ببندم چه جوری نه میشه <applause> درسته اینکه گفتی که واقعا قرار اتفاق بیفته خیلی خوشحالم که چون مثلا واقعا چیز عجیبی و باحالی در میاد نه باحاله باحال میشه ولی حالا میگم بعد ب... میام تا آخر شهریور همه اینو معلوم میشه. بهترین چکت به نظر خودت کدومه یا حداقل اگه میتونی چک کنی تا ته میکوبم تا ته ورس میکوبم تا ته بهترین آهنگی که تو شودم بیتاب اوکی اوکی بیتاب خیلی بارد. من خودم اون سه چهار تا ترک اولو خب خل... خیلی خودم هستم کلا از آلبوم بزرگ چون موضوعش هم یکیه بغاشون فوق العاده است ولی اون اولیاشو نمیتونم بنشاستم میگیرم. هارم هارم هم خیلی قویه هارم هم خیلی قویه فضا عوض میشه تو ترک پنج که هارم آره ترک سوراب میاد و صد تا ایقاز هم اساس میکنم از اونجایی که کلا یه موجی از کلا اجتماع رو گرفت اومد همه رو زدلت و کرد باکرد بازی خیلی حال کردم گفتم خودش ببین الو 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 چیز الو الو, الو همین صد تا ایقاز تو یه دندن حالا شاید فرق داشت ولی یه, یه مسئله تارگت شده تو اونجا دقیقا. که تو خودتو میای میذاری جای یه جواد تمام که دقیقا. این ای... من جای این بودم چیکار می‌کردم نمی‌گی نمیگی شما جوادی میگی من اینطوری ترکی از زد بازی هستش که مثلا گرفتیم ولی پخش نشده بزرگ که 25 تا بود کات کردیم به 18 تا 7 تاش تو صندوقه هفته رو ممرو بیلیا. میرم میرم تو پان میرم توی پان پان میکنم تو لاست وگاس این آهنگا رو 65 سالگی پول کم آوردم تو پوکر میرم اونجا پان میکنم میگم این ترک کنه اگر داره اگه 20 روز دیگه نه من بگیرم 3000 دلار قرض کنم نه ولی حیف او البته میفهم هم خودش یه زد بازی نمیدونم من تو دوره طلای زد بازی خودم نبودم ولی کلا با از ازدادی ترکی از گرفته باشین پخش شده باشه یه آهنگ بود ساعت چهاره بذار بگم بعد تابستون کوتاه یه آهنگ بود ساعت چهاره درست اون آهنگ تیکه پاره شد بعد از اینکه نعیمت بیرون قرار بود همه باشن یعنی تابستون کوتاه به علاوه همه اوکی ایوه. اون آهنگ وقتی که من اینجا گرفتار شدم دیگه گفتم آقا رسیده به خرخره یعنی من الان دیگه... اصلا ف... اینجوری نبود که همه تو تلفنشون چیز باشه باید با نمیدونم یه جوری شد دیگه من نمیتونم سوال خونم به اینا گفتم شما هم نخونید بهتره که تا 2007 تا 2009 دیگه کس نخوند 2009 بچه ها شروع کردن چون خارج از ایران بودم من دیگه نخوندم تا پرونده به جایی برسه که منم دوباره حالا بتونم مثلا یه جوری دیگه فعالیت شروع کنم مثل بزرگ که میگن 7 سال 4 نب... حال در حال یا هنگ بود به اسم ساعت 4 این نشد اسقاط شد سهراب آه. یه تیکش رو برداشت برد یه جا من هم یه تیکایش رو برداشتم بردم تو ورسی که با لیتو خوندم توی اووردوز نمیم چی بود یه از این آلبوم های مالتیپل اینجوری بود درست درست, درست، شدم پس همین من فهمیدم الان مثلا کلی یه صندوقچه از آهنگ که شب پخش نشده بشه کاریش کرد تک و توک من اینو یادم میاد یعنی بخوام بگردم شاید مثلا یه روز وقت داشتم دو تا دیگه هم بتونم بگم ولی یه چیزایی هست یه پروژه‌ای که قرار بوده به جایی نرسیده حداقل اون که من میدونم ولی میگم دوره طلای زد بازی من نبودم اوکی. اون ترک هایی که حالا اینجوری میمونه حالا چه اون هفت تا ترکی که مثلا از آلبوم مونده یا ترک هایی که ممکنه اینور کلا قرار یه روزی بدینش بیرون یا اینکه چون دو حالت داره دیگه یا اینکه ترکر رو مثلا دوباره میخونیش دوباره میزنیش با کیفیت خوب میدیم بیرون یا حالت همینه که نه همونی که بوده رو همونو بدیم بیرون یه سری چیزای نگهداری میشه ببین من طرفدار ایتالیام خب من از سال 94 تا الان تمام کیت های ایتالیا رو با تگ روش سیف کردم کاش همه اسباب بازی ها هم, هم میکردم با قیمت روش و همه چی شورت و تیشرت و جوراب درست. همین سه تا آیتم از سال 94 تا الان بعد اینا یه روزی یه قیمتی داره اونا هم یه, سری، یه سری, فیلم من دارم با مهراد و سهراب که 16 سالگیم داری سالگیمون داریم توی یه دونه سامر سکول انگلیس با همدیگه ایم و و فلان و اینا اینا هست اینا یه چیزایی که سیف میشه خیلی دیر رو میشه موقعی که ما دیگه بازنشستیم آره تو این ذهنا تو این فکر بودم احتمالاً زمان بعد بازش هست یه چیزایی هست برای اون موقع ها ولی ولی باید بگم چیز هیت درستای باشه همین امروز میاد بیرون حتما چیزایی به درد نخوری بود ای بابا اوکی اوکی یه سوال دیگه داستان مرچ های زد بازی چی شد نمیدین ادامه داره نمیده ما به ما که نرسید ما سعی کردیم آه برات میفرستم ای خواستی نه سلامت باشی من پردم جوابو ندادم آسفالت جواب نداد. نه آسفالت مشکی شیش زردا متاسفانه شماره دارا تموم شد ولی مشکی دارم مشکی یه جوری به دستت میرسونم حتما حالا با هم در تماس سلامت باشی مچکه. یه هودی و یه تیشرت برات میفرستم. دست شما هم نکنه حالا میخواستم اینم کلا ادامه داره. دو تا دو تا یکم بر بردر. عالی. مچکه. ادامه داره، حالا میشه خیلی چیزهای زد بازی زد فقط مثلا پس هودی چیزای دیگه هم میشه زد منظور که زد بازی نمیخواد این کار رو ادامه کنه، منظورم خیلی با حالا ما با دو سه تا تولید کننده، ما هم خط تولید رفتیم، هم خیاط رفتیم، هم همه کار کردیم و اینا ام... خیلی کار سختیه، یعنی من لباس فروش نیستم، تو این مارکت نبودم از بچگی یه مقدار سخت دیگه یعنی به عنوان آدمی که این کار نیست باید کار بدی دست سه آدم دیگه یعنی که از صبح تا شب بالا سرش باشید اه... هستم من ولی به شرط اینکه همه باشن ما هم پنج تا با 5 تا نقطه نظر مختلف یعنی یکی میگه نه آره متعجب. این کاری که من میگم بعد تو یه ملکی هم که پنج نفر شریکین سخته بفروشین چه برسه مثلا یه ایده ای رو بخوایم پیاده کنیم باز تو آهنگ یه بیت میاد میگه آقا هر کی هر چیزی میخواد بخونه ولی اینطوری ذره این میگه به نظر من مثلا امروزی بریم این میگه ما باید اصالتمون رو حفظ کنیم فکر کن مثلا توی آهنگ من ورس خودم میخونم ولی فکر کن مثلا بگن نه تو باید اینجوری مثل ما بخونی نه سخته دیگه همه یه جور یه, یه پروداکت داره میاد بیرون برای همین تم باید داشته باشه یا آقا ما میخوایم ف... وارد بازار فشن و بروزی باشیم یا میخوایم اصالت رو حفظ کنیم یا میخوایم نستالژیک، نمیدونم یعنی هر کی چیزی داره رو این برنامه میدونم. اینش سخته یکم یه دیزاینر اگه دیزاینر خوب باشه که مثلا به تو داستان رو ببنده میشه آقا اس چه میدونم عینک میاد مثلا لوگو از بازی داره سیگار برک با چی بهش ایده زیاده ایده ایده آره میدونم تو هم چی میگه ایده هست ولی یه روزی میگه اینا کارهای ریتارمنته فعلا تو همه اکتیوان میشه موزیک خوند میشه تو تلگرام چرت گفت خیلی راحت تر عالیه عالیه ادامه داستان زد بازی قرار ترک بیاد یا اینکه زد بازی دیگه شاید جلو جلو از این بعد دوباره بازم هم کار بکنن سخته سخته که همه اینا رو بیاری بغل هم من از همه فکر کنم اوکی ترم بقیه با همدیگه شاید حاضر نباشن کار کنن ولی من حاضرم با همشون کار کنم همون چند وقت یه که با هم ترک می‌دادین مثلا اون موقع که بچه محل الان محل اون اونم سخت شده الان اونم سخت شده اصلا این یه مدت هم متحد شده بودم داشت کنسرت ها میرفت جلو آهنگ های که بک تو مثلا یه دونه بود تهران می بینمت قبلش یه دونه یخ خود دادیم و بچه محل داشت یه کارایی میشد یه اتفاقای افتاد که بچه ها اصلاً فاصله دارن الان اوکی مشکل کار ولی من نیستم من حازم خب خیلی عالی به هر حال در آینده ممکنه خیلی اتفاقا بیفته اتفاقا خوب ممکنه بیفته مسلمه کنسرت در آینده خبر کنسرت ببین الان یه مقدار تو حالت اجرا و ایناست یعنی حالت اجرا یعنی یه جورایی چیزه دو سه تامون یا آره دیگه مثلا دو سه تامون یه جا ممکنه بریم یه برنامه ای اون حالت اپیک یا به قول معروف چی میگم بشینید پنج نفر شیش هزار نفر چهار هزار نفر اونطوری سخت اینا رو جمع جور کنی لوکیشنش هم فقط ترکیه است چون واقعا طرفدارای ما که بتونن بیان جایی ما رو ببینن ترکیه است درسته من از, از جاها مثل یا گرونه دوبه گرونه به هر حال ویزا میخواد ویزاش کاری نداره ولی میخواد اونی که یه بیلیت بگیری بیای ترکیه است برای همین خیلی اصلا اون لوکیشن رو پایه نیستن در زمین یکی دو نفر شامل خودم با برنامه گذار به اختلاف خوردیم یه سری این اتفاقایی که افتاد یه سری مسائلی رو پیش پای ما گذاشته که حل شدن اینا به این راحتی نیستی حالا ببینیم چی میشه من بازم اونم اوکی هم. به شرط اینکه همه اوکی باشن همه هم اوکی نیستن با توجه به شرایطشون یکی خرجش زیاده یکی حوصله نداره یکی داره کار خودش رو میکنه یکی اونجا نمیاد یکی با این برنامه نمیذاره یکی میگه من یه دیل بهتر هزار تا مسئله است ما منجر متاسفانه نداره زد بازی و خودم با هم تو گروه توافق کنیم رجب به حال که من امیدوارم حتما همش اتفاق بیفته دوباره گروه منسجم بشه با همدی بتونن کار بکنن چون که واسه منی که از قدیم رفت فارسی رو دنبال میکنم چون به حال هر کسی یه جنریشن خاصیه واسه جنریشن ما هنوز زد بازی جایگاه دیگه داره مرسی که اومدی با هم دیگه صحبت دمتیم. کردیم خیلی سوالا قشنگ بود مرسی بود. که عشانی. افتخار دادی دمت گرم به کانال ریاکشن هم هستین و دوست داریم عشقی داداش مرسی که شما تا اینجا نگاه کردین باز اگر حرفی حدی چیزی هست تو کامنتا بنویسین در مورد عینک بپرسین حتما و اینکه ممنون تا ویدیو بعدی فعلا